من یک نامه اوایل این ماه نوشتم خدمت مقام معظم رهبری، گفتم که بالاخره این همایش داره برگزار میشه، سران سه قوه هست، خوبه که ما در ابتدای این همایش پیامی از شما داشته باشیم. ایشون در حاشیه اون نامه‌ای که من خدمتشون فرستاده بودم چند جمله مرقوم فرموده بودن: بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولین سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امید بخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی و بدون هر گونه ملاحظه بگیرند و اجرا کنند. کارهای مربوط به کارهای اداری و وظایفی که دستگاه ها دارند ضرورتی نداره. از این جهت نهیب آقا رو من به خاطر این میبینم که همه این مسئولین به جای اینکه به کارهایی که مربوط به فساده جدیتر بپردازن و گزارش کارشون رو به مردم بدن، مردم دلگرم بشن، اومدن دارن با هم گفتگو میکنن و وقت خودشون رو توی سمینار دارن میگذرونن. از این جهت اشکال رو همچنان من وارد میدونم. کار پیش نمیره. چند درصدش سیاسی؟ اجازه بدید حالا منم بذارم عرض کنم. نکته بعد عمل. آقا باز میفرمان تصمیمات قاطع و عملی، نه اینکه حرف بزنیم. درسته. خب حالا نکته خوبی شما اشاره کردی، به من گفتی تو بودی تو دستگاه مختلف. درسته، من تو دستگاه مختلف بودم، اتفاقا تو همین بخشم کار کردم. من 5 سال رئیس سازمان بازرسی بودم به عنوان اصلی ترین دستگاه ضد فساد کشور. خیلی برخوردا اومدم بکنم، نذاشتید و نذاشتند. همین صدا سیما اجازه نمیداد. مدت ها من بسته بودم تو فضای همین صدا سیما. برخورد میکنن سیاسی داری برخورد میکنی، من با کی سیاسی برخورد میکردم؟ همین چیزایی که امروز معلوم شده تو کشور من 5 سال پیش گفتم، رفتم تو جلسه غیر علنی مجلس گفتم. نوار من هست 72 دقیقه جلسه غیر علنی مجلس صحبت کردم، همین دغدغه ها رو گفتم 4 سال پیش، 3 سال و نیم پیش. بعد همونجا تو جلسه من یادداشتم تو سیاسی برخورد میکنی، هست یادداشتش، هست فیلمش هم هست. کدام سیاسی؟ همینا رو گفتم. گفتم وضع نظام بانکی مشکل داره، به فریاد برسیم، عمل بکنیم، قاطع باشیم، شعار ندیم، جدی باشیم. اما وقتی خب من به عنوان رئیس دستگاه نظارتی کشور بودم، وظیفم این بود. سیاسی یعنی چی؟ من باید هر کجا عیب هست بگم. اما تا میاد بتوی بگیم آقا سیاه نمایی نکنید. همین الان میگن آقا ذهن مردم افکار عمومی ایجاد خدشه نکنیم. نمیدونم آقا دشمنان سوء استفاده میکنن. بله، ما باید با طراحی جلوی سوء استفاده دشمن رو بگیریم، جلوی تضعیف روانی مردم رو باید بگیریم، نذاریم خدشه و آسیب روانی به مردم برسه. اما صورت مسئله که نباید پاک کرد، اما نباید اینکه فراموشی سپرد، حاشیه روند و گفتش که نه شاید این موجب تضعیف بشه و اینها. حالا به این مسئله جدی میشه یه خردی، حالا یه جور دیگه توی محافل دربسته. بله، شفافیت، اقدام عملی، اقدام قاطع. از این جهت من میخوام بگم واقعش همون چی که حضرت آقا فرمودن همیناست. بدون مسامحه باید جدی برخورد کنیم. اتفاقا امروز دولت آقای رئیس جمهور آمده نکاتی رو گفته، بگیم آقای رئیس جمهور شما که اینا رو فرمودید بیا اجرا کن. من الان سخنان آقای رئیس جمهور رو بردم، 10-12 مورد جدی ای فرصت بشه من میخونم. شما صدا سیما همینا رو سوال کن. آقای رئیس جمهور شما که این نظرتون اینه بفرمایید اجرا کنید، این خیلی قشنگه. ولی حالا بحث میکنیم آ این سمینارها، حالا حضرت آقا به چه تأکید درستی فرمودن که همایش نمایشی نباشه، سوری نباشه. حالا همه دغدغه ما میشه چرا همایش سوری شده؟